به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عزیزان همیشه همراه، سلام های مرا پذیرا باشین. شما بیننده شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری با برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم و شما هم همراه ما. امیدوار هستم که صحتمند باشین، جور باشین و خوش باشین در کنار اعضای خانواده محترمتان. زندگی زیباست، بله، زندگی زمان زیباتر میشه که خنده کنی و بخندی با وجودی که افسرده و غمگین هستی، ببخشی با وجودی که مسکین و درمانده هستی و فراموش کنی با وجودی که همیشه در سختی ها و مشکلات بودی. بله، به این میگن زندگی زیبا، به این میگن زندگی پر از موفقیت، زندگی که در او همیشه احساس مثبت داری و احساسات خوب داری. همراه شما عزیزان هستیم در این قسمت از برنامه روشنا با موضوع رضایت از زندگی. اگر پرسان کنیم که آیا از زندگی رضایت داری، مسلم است که همه لحظه یک تمرکز می داشته باشی در زندگی خودت و تمام حیطه‌های زندگی خودت ارزیابی می کنی و می سنجی و بعد جواب می دی. و به نظر من زندگی انسان زمانی میتونه رضایت بخش باشه که یک احساس درونی مثبت و پایدار در وجود انسان وجود داشته باشه. شما چطور؟ از زندگی خودت رضایت داری؟ حتما میگی که خدا را شکر و الحمدلله همه قسم است و ما از زندگی خود ما رضایت داریم. همراه ما عزیزان باشین. ما رضایت از زندگی را آغاز کردیم، تعریف کردیم و تفاوت‌های اون را بررسی کردیم و امروز می‌خوایم عوامل رضایت از زندگی را با شما عزیزان گفتگو کنیم. خانم دکتر رضایی هم کارشناس ما هستن، یک سلام و گرم تقدیمشان می‌کنیم و خوش آمدید می‌گیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. من عرض سلام دارم مسر شما همکار عزیز و همینطور همه بینندگان محترم برنامه. آرزو دارم که انشاءالله تا این دقایق و لحظات و ساعت می شود گفت که بسیار بسیار گرم از آخرین ماه از فصل بهار، همونقدر که هوا گرمه انشاءالله خانه های دلشان گرم باشه به نور خدا و باور به حکمت و مصلحت خدا در شرایط زندگی و انشاءالله خانه های زندگی و سر و سامان خانه ایشان هم گرم باشه به عشق و محبت و صفا. الهی آمین. اما خانم رضایی، عوامل رضایت از زندگی، بله. ما بر از اینان بیننده گفتیم و صحبت کردیم که هفته پیش یا هفته های پیش، حالا شاید یک وقفه به خاطر ویژه برنامه ها ایجاد شده باشه، در رابطه با عوامل رضایت از زندگی و تعریف از رضایت از زندگی با شما عزیزان صحبت کردیم، رضایت از زندگی را تعریف کردیم و تفاوت های را بررسی کردیم و امروز میخوایم عوامل رضایت از زندگی را صحبت و گفتگو کنیم. اگر شما هم اگر چنانچه سوالاتی در ذهنتان آمد یا ای که بسیاری از عواملی که باعث رضایت از زندگی میشه و در ذهن شما خطور میکنه، اینا رو با ما در میان قرار بدین، بگوین، صحبت کنین. ما نمبر واتساپی رو همیشه برای شما عزیزان میگم و چقدر خوب است که از این طریق با ما در ارتباط باشین و صحبت کنین و گفتگو کنین و دوست داریم که نظرات شما عزیزان را هم بفهمیم و بدانیم. مثبت 964-780-255-13 این نمبر واتساپی ما هست. و اما عوامل رضایت از زندگی چه چیزهایی میتونه باشه خانم رضایی؟ بله، ببینید، ما بر اساس تعریفی که قبلا داشتیم و همطور شما هم اشاره کردید خدمت بینندگان عزیز گفتیم که رضایت از زندگی یک تفکر است، یک به عبارتی نگاه کاملا شناختی و درونی و ذهنی آدم هاست. یک وقت است که ما کیفیت زندگی رو تعریف کردیم، کیفیت زندگی گفتیم به عوامل متولد و به اصطلاح بعد درونی کیفیت زندگی که باعث می شود انسان یک احساس نسبتاً پایدار از زندگی خودش داشته باشه که بسیار عمیق هم هست و نسبتاً پایدار هم هست و بر اساس یک سری فاکتورهای. خب اون فاکتورها جلسه قبلی یادتون هست که خدمت دوستان گفتیم که پایدار هست یعنی همیشگی، سطحی نیست، نسبتاً پایدار یعنی به سرعت تغییر نمی‌کنه، یک آن و یک لحظه و برای یک فصل و برای یک دوران، یک مقطع از زندگی نیست، نسبتاً پایداره. کما اینکه خب چرا میگیم نسبتاً پایدار؟ به خاطر اینکه هر انسان در زندگیش قطعاً زمانی خواهد آمد که دچار مشکلات و سختی ها خواهد بود و در اون زمان ها ممکن است که همونطور که شما اشاره کردیم دچار ناراحتی های عمیق بشه، گاهی وقتا حتی اینقدر این ناراحتی و این مشکل
در زندگی سخت هست تحمل که ممکن تو چهار افسردگی بشه، ناامیدی ها به سراغ او بیایه و این پختیمی نسبتا پایدار. خب در او با حکم انسانیت در اون سری زمان ها ممکن است که رضایت کاهش پیدا بکنه، ولی خب دوباره بالا خواهد آمد. بله. و مقطعی و موقت است، لذا میگیم نسبتا پایدار. خب رضایت زندگی را از چه چیزهایی ناشی میشه، یا به عبارتی چه عوامل و چه فاکتورهایی روی رضایت زندگی ما مؤثر هستند؟ یعنی رضایت زندگی را بر اساس به دست آوردن چه چیزهایی یا نداشتن چه چیزهایی میتوانم به دست بیارم یا از دست بدم؟ خب ببینید، به صورت خاص میشود همونطور که اول هم خدمت دوستان بینندگان محترم عرض کردیم که رضایت زندگی یک بحث مقوله ذهنی و فکری و یک طرز فکر است، نه یک بگیم که نمیتوانیم بگیم هر کی این چیزا رو داشت مثلا به مادیات و به مسائل بیرونی و یک سری نشانه ها برای قائل باشیم که هر کی این را داشت او رضایت از زندگی داره، یا هر کی این قسم بود این مدل بود این طرز تحصیلات این به عبارتی سطح تحصیلات داشت این قسم مثلا فرض کنید قیافه را داشت، نه اونها نیست. چون تفکر و شناخته است طبیعتاً مسائل و مباحث و منشأ رضایت زندگی هم قطعاً ذهنی است، یعنی برمیگرده به طرز تفکر من، نوع نگاه من. خاطرتان باشد گفتیم که عینکی که به چشمای من است. بله، بله. نگاهی که به جهان دارم، جهان بینی که دارم، من به دنیا رو چه رنگی میبینم، از پشت کدام عینک به زندگی نگاه میکنم. اما با وجود این ما این رو دو قسمت میکنیم که بسیار هم مهم هست. یکی یک منشأ، یک سری عوامل بیرونی داره که امروز انشالله خدمت عزیزان اونا رو بحث میکنیم، به یکی یک سری منشأ و عوامل درونی داره که انشالله در هفته های آینده برده بحث و بررسی قرار خواهیم داد. خب چرا میگیم بیرونی؟ نسبت به یک شخص داریم بررسی میکنیم در مورد یک آدم. چرا میگیم بیرونی؟ به خاطری که خانم زوری، ما انسان ها ذاتاً قبلا بارها و بارهایی با هم صحبت کردیم که در ذات و سرشت ما اجتماعی بودن و برقراری رابطه به اصطلاح تخصصیش میگیم مدنی و طبعی، یعنی باید در جماعت، در حالت شهرنشینی یا در به عبارتی در یک تمدن، در یک دسته ای از انسان ها کنار هم قرار بگیرن و در کیفیت نوع رابطه اینها با هم زندگی کنن. چرا؟ چون نیازهای ما نسبتاً گسترده است نسبت به بقیه موجودات و هیچ کسی به تنهایی نمیتواند همه نیازهای خودش را برآورده کنه. بله. خب پس حالا که قرار است ما به عنوان یک انسان به صورت ذاتی و سرشتی در کنار دیگران زندگی کنم، قطعاً او دیگران روی من زندگی من تاثیر خواهند داشت. بله. و یکی از چیزهایی که دیگران میتوانند به من انتقال بدن، بله، یا دیگران میتوانند خدای نکرده در من تاثیر منفی ایجاد بکنن، همیست که نوع به عبارتی بر اطرافیان من و طرز نگاه اونها، طرز فکر اونها، نوع به عبارتی گفتگوهایی که من با اونها دارم، اطلاعاتی که از اونها میگیرم و نظر و دیدگاه اونها روی میزان رضایت من از زندگی تاثیرگذار هست. درسته. یعنی چی؟ یعنی ببینید با کیا نشست و برخاست میکنم؟ بله. چه کسانی دور و بر من هستن؟ ساده تر بگیم ما اسمش هم میگذاریم دیگران مهم. دیگران مهم زندگی من چه کسانی هستن؟ این دیگران مهم روی میزان رضایت من از زندگی من بسیار بسیار تاثیر گذارن. چرا؟ خب دیگران مهم کیا هستن؟ دیگران مهم کسانی هستن که یک، اول در درجه اول در اولین قدم کسانی که ما با اونها رابطه ثابت بسیار بسیار دقیقا. مستحکم و همیشگی دارم که خیلی واضح همیشگی خیلی واضح و روشن است که مقصود کیا هستن؟ اعضای خانواده ما هستن. بله. کسانی که ببینید من رابطه با پدر و مادرم، خواهر و برادرم بسیار بسیار ثابت پایدار و همیشگی است. حتی اگر یک وقتایی ما با عزیزان مثلا در ورکشاپ هایی که بحث تربیت فرزند هست، من این همیشه گفتم ببینید رابطه مادر فرزندی، پدر فرزندی چیزی است که حتی اگر پدری مثلا خدایی نکرده به هر دلیلی از دلیل از فرزندش بسیار ناراحت باشه، بگه بچه من تو رو آخ کردم، مادر بگه من تو رو آخ کردم. بله. حالا شاید به لحاظ عاطفی یک دلخوری، ولی همه عالم آدم میگن فلانی بچه فلان نیست، فلانی مادر فلان نیست، یعنی از اون رابطه هاییست که هیچگاه از بین نخواهد رفت. یک مطل داریم مادر فرانسا میگن گشت از ناخون جدا نمیشه. احسن بشو. پس اولین دسته از دیگران مهم به زندگی من که اونها روی میزان رضایت من از زندگی تاثیر گذارن خانواده ایم هستن، کسایی که ما اونها رابطه. خب بعد از او، بعد که وارد زندگی مشترک میشیم، همسر. آه. چرا؟ حالا همسر به اندازه پدر مادر و خواهر برادر رابطه ای ثابت نداره، چرا که به هر حال اگرچه از منفورترین حلال های خدا طلاق است. بله. ولی رابطه زناشویی ممکن است که گسسته شود، طلاق. ولی خب به هر حال به صورت نسبتا ثابت، اگه بود نگاه بکنید که انشالله طلاقی در کار نباشه، باز یکی از دیگر از دیگران مهمی که رو که میزان رضایت من زندگی تاثیر بسیار بسزایی و مهمی داره همسر و
فرزندان ما هستن. خب این در درجه اول. در درجه بعدی دوستان نزدیکی که ما با اونها رابطه عاطفی بسیار پایداری داریم. خانم رضایی، این خانواده رو اگر یک کم بیایم گسترده تر کنیم در جامعه ما، بله؟ خب کاکا و عمه و خاله و ماما، بله خوشو بله خسار بله بله کاکا اصلا بر شما بله خانواده گسترده تر. خب در جامعه ما بسیار مرسوم بله است، خوش شد اشاره کردیم. بله ما عموما در خانواده های گسترده زندگی میکنیم و رابطه هم الحمدلله رابطه بسیار مثبتش است که این رابطه ها رابطه های گسترده و تقریبا پایداری هستن. یعنی همه ما در خانواده های خودمان این رابطه ها رو حفظ کردیم. حالا اگر خدای نکرده کدورتی پیش بیای و مثلا مسئله پیش بیاد، ممکن است یک مدت زمانی غر باشن، مثلا بیادر و مام غر باشن، خب حالا برادر زاده ها و بچه کاکا هم زمان های خوشیهایشان زیادتر است. آره. ولی خب قطعا اید که خواهد آمد، یک اید پشت سر گذاشتیم و ایدی که انشالله پیش رو داریم، قطعا در او ایام اید باز ای انشالله آشتی ها برقرار میشه. بله نکته بسیار مهم بود. بله یک کم گسترده تر که نگاه بکنیم خانواده گسترده. بعد از خانواده یا فامیل به صورت کلی میرسیم به دوستان و نزدیک، دوستانی که من با اونا رابطه بسیار عمیق دارم. به اصطلاح ساده خودمون رفقای چندین و چند ساله من. مثلا آدمی که من از دوره مثلا مکتب 10 سال است، 12 سال است، یا مثلا در دوره دانشگاه 7 سال است، 8 سال است، 10 سال است که مثلا با هم به قول قدیمی ها میگه پشت چوکی نشستیم. ما با هم مثلا فرض رفیق گرما به گلستان بودیم، مثلا اینا دست و سر سفره کاسه ما بودن، ما با هم خانه رو بودیم، مثلا رفت آمد داشتیم. خب باز اینا هم جزو افرادی هستن که به شدت تاثیرگذارن. یعنی نوع تعامل ما و کیفیت برخورد ما با اینها و اونها با ما روی ما تاثیر میذارن. خب یک میان برنامه بریم چطور خانم رضایی؟ بعد از ان شاء الله ادامه صحبت ها، بعد از یک وقفه همچنان برنامه روشنا را همراهی کنین. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم، کیمیا صنف 8 10 و نیم تا 11، دری صنف 9 11 تا 11 و نیم. یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم، فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. بله تشکر است و سپاسگزار از حضور همه شما عزیزان. حتما با مکتب هادی به هر حال همراه باشین، برنامه ریزی کنین و تایم های این برنامه بسیار خوبه مشاهده کنین، به خصوص شما دختران و بچه‌هایی که از درس و مکتب پس موندین و علاقه من هستین به ادامه تحصیل و علم و آگاهی. اما عواملی که باعث رضایت از زندگی ما میشه، بسیاری از عوامل در زندگی ما هست که باعث میشه که ما از زندگی خودمون رضایت داشته باشیم و بسیاری از عوامل هم هست که باعث میشه که ما از زندگی خودمون رضایت نداشته باشیم. بیایم اینا رو بررسی کنیم، متوجه باشیم و چقدر خوب است که از زندگی خودمون رضایت داشته باشیم و این دو روز دنیا را که مگذره را به خوبی بگذرانیم. حالا ما میگیم دو روز دنیا، خانم رضایی درست؟ ما همیشه میگیم که دنیا اینقدر به سرعت میگذره. حالا که میگیم دو روز دنیا، وقتی است که به سرعت میگذره. خب چرا وقتی دنیایی که میگذره و به سرعت هم عبور میکنه، خب چرا نباید در اون ما رضایت نداشته باشیم؟ چرا نباید زندگی ما یک زندگی خوب نباشه؟ بله. خب پس بیایم عوامل اونا را بررسی کنیم، متوجه باشیم، بفهمیم تا اینکه به واقعیت زندگی ما را یک زندگی رضایت بخش درست کنیم و جور کنیم و میتونیم این کارا بکنیم. قطعا همینطور. خب پس یک از عوامل از او شما گفتین که خانواده میتونه خانواده باشه. دوستان خانواده، و اطرافیان. دوستان و اطرافیان. خب اما سوال منظور ما چیست؟ یعنی چگونه دیگران مهم روی رضایت ما از زندگی تاثیر میگذارن؟ طبیعتا نوع انتقالی که اینها به ما میدن، حرفایی که به ما میزنن،
نگاه‌هایی که به من ارائه میدن، نظرهایی که در مورد من ارائه میکنن و من به شدت به اونها وابسته هستم. گاهی وقتا خانم زوری نگاه کنید، یک قسمتی که مثلا به عنوان مثال یک دختر جوانه در نظر میگیریم، دختر 18 19 ساله در نظر میگیریم که یک دختر کاکا داره یا مثلا دو سه تا خواهر داره یا از اطرافیان دوستان و کسانی هستن که همسن و سال او هستن. این در انتخاب کردن، حتی انتخاب رشته‌اش مثلا، بسیار بسیار برای اون مهم است که اینمی دیگران مهم چی میگن، خواهر اون نظرش چیست، دختر کاکایش، دختر خالش، دختر عمش چی میگن و اون نگاه و نظر اونها باعث میشود که دست به انتخاب بزنه. خب اگر اونها او را تایید بکنن در هر انتخابش، در هر مسیری که میره، احساس رضایت به دست میده. ها فلانی قبول داره، فلانی مرا تایید میکنه، دختر کاکای میامی امی کارا کرده مثلا. خب یعنی خانم روزی ما با گپ دیگر رو زندگی کنیم، یعنی که رضایت زندگی ما باید بله؟ بر اساس داوری دیگرها باشه، یعنی اگر دیگرها بر اساس داوری یا نظر میتن ما باید مثلا زندگی خود پیش ببریم؟ نه نه، منظور قطعا اون نیست. خب؟ ولی یک حقیقتی است که این نظرات دیگران رو زندگی ما تاثیر داره، یعنی نه افراط و نه تفرید، یک حالت اعتدالی در نظر میگم. به همین خاطرم روی قضیه بسیار تاکید دارم. حالا که دیگران مهم زندگی ما روی ما تاثیر میگذارن، ما انسان ها موجوداتی هستیم هم تاثیرگذار و هم تاثیرپذیر. ما نمیتوانیم تاثیر محیط رو منکر تاثیر محیط بشیم. یکی از جنجال های بزرگ در مباحث اصلی اصیل روانشناسی است که آیا ما فقط بر مبنای وراثت و آنچه که از پدر و مادر به صورت ژنتیک به ارث میبریم شخصیت ما شکل میگیره یا بر مبنای محیط. و این هنوز هم که هنوز حل نشده. ولی اکثر غریب اتفاق و نظریه پردازان غالب این هستن که دو تا حالت نصف نصف دارن یا 50-50، یعنی یک قسمتی از خصلت و ویژگی و خصوصیات ما ژنتیک است که از پدر و مادرم به ارث رسیده. ولی نمیتوانیم منکری بشیم که محیط زندگی ما، آدم هایی که با اونها تعامل میکنم، جاهایی که درس میخونم، کتابایی که میخونم، فیلمایی که میبینم، آهنگا و موسیقی هایی که گوش میدم و تمام عوامل و به عبارتی محرک های محیطی روی من انسان تاثیر میذاره. خب اینکه میگیم دیگران مهم یعنی چی؟ ببینید الان به همین خاطر دلیلی که شما فرمودید که آیا من واقعا دیگه پس این قسمت، پس من یک انسان بدون اختیار هستم. یعنی هر چی دیگران میگن که ما نمیتونیم کنترل کنیم. احسن بر شما، یعنی برای چیزی که ما میخوایم رفتار دیگران رو ما نمیتونیم کنترل کنیم. دقیقاً من میگم که خب حالا که دیگران مهم هستن، که او دیگران مهم روی من تاثیر میذارن، من چه کار کنم که این دیگران مهم را به عبارتی باشن، از اونها فاصله هم نگیرم و از طرفی من خدای نکرده نشم عروسک خیمه شب بازی دیگران که هر کسی هر چیزی گفت من سری تغییر رویه بودم یا از خودم اراده و انتخابی نداشته باشم، پای من کاملا در اختیار دیگران. منظور من از مطرح کردن اصلا اصل این ماجرایی است که بیایم در انتخاب و در نوع تعامل و حتی میزان تاثیرپذیری از دیگران و مهممون یک نگاه بسیار دقیق داشته باشیم. من میگم که بیایم آدم ها اطراف ما را سه دسته کنیم. قبل از دست کردن اون میگم ببینید خانم زوری، یک اصل در اساس شخصیت یا شخصیت نواقعیت های حقیقی دنیایی است که ما سفید مطلق و سیاه مطلق نداریم. جدای از ذوات پیامبران و ذوات مقدس ائمه معصومین، از این بزرگواران که بگذاریم که اونها بر اساس به عبارتی لطف الهی و نوع نگاهی که ما در اعتقادات ما نسبت به عزیزان داریم جدا، اگر از اینها آدمهای عادی درست. هیچ انسانی خارج از دایره معصومین سفید مطلق نیست. هر کسی به اندازه، خب ممکنه که حالا بعضیا میزان سفیدیشون بسیار زیاد است ولی کمک سیاهی دارن، بعضی خدای نکرده برعکس میزان سیاهیشون بسیار. پس ببینید به این گزینه در میان آدمهای اطراف زندگیمون اینو بپذیریم که ما سیاه مطلق و سفید مطلق نداریم، بلکه آدم‌های اطراف ما طیفی از خاکستری هستند. یا ممکن است که یک انسان بسیار خوشبخت باشه، دور و بر او آدم‌های سفید، کسایی که سفیدیشان بیشتر است و میزان مثلا تعداد لکه‌ها. این نکته به ما چه کمکی می‌کنه؟ به اینکه نگاه کنید هیچ کسی را در زندگیمون جدای از تاکید می‌کنم ذات مقدس حضرت سبحان و انبیا و اولیاء الهی که مستقیماً بر اساس اعتقادات ما حرف اونها حرف خداست، سخن اونها سخن خداست، اگر اونها رو فاکتور بگیریم هیچگاه به هیچ انسانی آنقدر دل ندهیم و وابستگی فکری و ذهنی پیدا نکنیم که او آدم برای ما تبدیل به یک قدیسه بشه، تبدیل به یک الهه بشه. درست. احساس کنیم که هر چی که او میگه 100% حق و حقیقت است و او در هیچ مسیر اشتباه نمیکنه و هیچگاهی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خانم زوری یکی از علامت هایی که به شدت تاثیرگذار و برای بسیاری خصوصا در سنین جوانی و نوجوانی زمانی که وابستگی های عاطفی ایجاد میشه این بسیار مشکل زاست. خب مثلا دختر نوجوان یا بچه نوجوان 17 18 ساله 14 15 ساله ما با یک انسانی رابطه برقرار میکنه، دوست او میشه، به مرور زمان بر اساس رابطه‌ای که با او برقرار میکنه هی احساس میکنه
عجب آدم خوبی است، چقدر خوش اخلاقه، چقدر خوش برخورده، قابل اعتماده، راستگوست، مثلا زیبایی ها رو خوب میگه، بیان میکنه و و و. به مرور زمان به یک جایی میرسه که آدم احساس میکنه که این طرف مقابل، حالا ممکنه دختر خاله‌ام باشه، ممکنه صنفیم باشه، ممکنه همکارم باشه، هیچ فرق نمیکنه، هر کسی، این آدم بسیار زیاد آدم خیلی خیلی خوبی است. به یک حالتی میرسه که من او رو سفید مطلق میکنم، میشه الهه من، میشه فرشته من، طوری که دیگه حالا همین آدم بر اساس حکم انسانیت خودش به هر حال اشتباه میکنه، خطا میکنه و چون خطا کرد و اشتباه کرد، به یک باره او کاخی که من از شخصیتی طرف مقابل ساختم به یک باره با یک حرکت او برای من ویران میشه، چون من تصور میکردم که بسیار انسان خوبی است، فرشته ایم است. خب این یک حالت تضاد ایجاد نمیشه خانم زهی؟ ببینیم مثلا ما میگیم که خانواده، دوستان، اینا افرادی هستن که علاوه دیدگاهشان با ما مثلا میتونه یکسان باشه، با ما دوست هستن، بله، تاثیرگذارن، تاثیرگذار هستن. بعد حالا مثلا میگیم که امکان داره که چون اینا یا سفید سفید نیستن یا سیاه سیاه نیستن، امکان داره که تاثیرگذاریشان مثلا یک حالت منفی هم داشته باشه. حواسمون همین بحث همین است. ببینید اگر میخوایم همیشه میزان رضایت از زندگی ما متعادل باشه و خدای نکرده وقتی به نارضایتی شدید گرفتار نشیم، در رابطه خودمون با آدم ها اینو بپذیریم که طرف مقابل ما انسان نیست، من تمام تلاشم رو میکنم که نیکویی ها و مثبت ها و ویژگی های مثبت او رو بگیرم، ولی اعتراف میکنم که در آن وقت ممکن اشکالاتی هم داشته باشه، حتی اگر او شخص پدر من باشه. پس یعنی منظور تو نیست که ما با وجودی که مثلا میفهمیم این پدر ماست، این مادر ماست، خواهر ماست، بیادر ماست، این کس ماست، علاوه عاطفی نمیتونم، ولی باز هم نظراتشان و گفتارشان را سنجیده در زندگی خود ما قبول کنیم با یک فیلتر همیشه. ما با یک نگاه فیلتری، با یک به اصطلاح یک ارزش سنجی داشته باشیم. خب یک ذره بینی داشته باشیم که حتی خدا در قرآن هم همین توضیح را میده، اگر فرمود و بالوالدین احسانا، ولی یک جای دیگه در قرآن میگه ولا تطعهما، زمانی که همون پدر مادری که ببینید میگه و از اخذ نامیثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا، بله، غیر از خدا نپرستید، و پشت سر اون میگه منتها یک جای خداوند تبارک و تعالی تذکر بخواد به دلیل همین. حواستان باشه اگر همین پدر و مادر که بسیار بسیار گرانسنگ و ارزشمند هستن، بعد از خدا اطاعت از خدا وظیفه شما ایست که اونها احسان بکنن، اگر اینا رو شما رو به چیزی خواندن، به چیزی دعوت کردن یا به خلاف آن چیزی که خواست خدا بود، اطاعتشان نکنید. درست. یعنی ببینید من زمانی بسیار خصوصا تاکید میکنم خانم ظهوری، چون ما بسیار حالا مواجه شدیم با دوستان با خصوصا در سنین جوانی و نوجوانی، نارضایتی، احساس ناامیدی بسیار زیاد، احساس های افسردگی عمیق و احساس به اصطلاح تلخ کامی زمانی پدید میآید، بیشتر در روابط انسانی که ما یک انسان طرف مقابل هر کسی میخواد باشه، حتی در روابط زن و شوهر، زمانی که زن احساس میکنه که شوهر او بسیار بسیار انسانه، یعنی هم او فرشته است، یا هم آقا فکر میکنه که همسر او فرشته است، ولی در طول روابط به هر حال اتفاق میفته، خطایی سر میزنه، اشتباهی سر میزنه، رفتاری از طرف مقابلش میبینه که با او دنیای ذهنی او ناهماهنگ است، دقیقاً به یک بار باعث میشود که کل دنیای ذهنی او به هم بریزه و احساس نارضایتی شدید. درست است. بله. خب میان برنامه آماده نشد تقدیم عزیزان و همچنان با ما همراه هم گام باشین. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تشکر از حضور گرم همه شما خانواده های عزیز، فامیل های محترم، شما پدرها و مادرهای عزیزی که همیشه دوست دارین یک زندگی که آگاهانه باشه
انتخاب کنین و زندگیتان این گونه پیش ببرین، زندگی که سرشار از احساسات خوب، عواطف خوب و تفکر خوب و احساسات مثبت هست و یک قسم زندگی کردن نتیجهش رضایت از زندگی هست. و انشالله که همه شما عزیزان بتونین یک زندگی داشته باشین که رضایت داشته باشین از او و صفای مهر و محبت و خوشبختی و موفقیت هم در زندگیتان همیشه حضور داشته باشه. و با این مهر و محبت و دوستی و یک پارچگی است که شما عزیزان میتونین از زندگی خودتان رضایت داشته باشین. عوامل مؤثر از رضایت از زندگی را داریم صحبت و گفتگو میکنیم و همراه با خانم دکتر رضایی هستیم و صحبت ما به اینجا رسید که بله، ما تمام اطرافیان زندگی ما، چه از پدر و مادر، خانواده و دوستان و فامیل و آشنا، همه آنها میتونن در رضایت از زندگی ما نقش داشته باشن، دیدگاه های اونها، تفکر اونها، ولی متوجه از این باشیم که مدیریت کنیم و نمانیم که تا چه حد و اندازه رفتارهای اونها، گفتارهای اونها، قضاوتهای اونها و حتی ذهن اونها و رفتارهایشان بتانه که تاثیرگذار باشه روی زندگی ما و رضایت از زندگی ما. درست است خانم رضایی؟ بله. یه مثال میزنم خیلی ساده. ببینید، دختر جوانی یا خانومی، یا فرق نمی‌کنه، پسر جوانی یا مرد جوانی، مثلا دختر خانومی مشغول انجام دادن یک کار است، یک فعالیت هنری انجام میده، خصوصا متاسفانه الان که بسیاری از دختران جوان ما توفیقی را ندارن یا نمیتوانن که به مکتب برن. البته یک اشاره بسیار خوبی شما کردین به مکتب هادی، خب خدا رو شکر که این زمینه ایجاد شده که او دست از عزیزانی هم که به هر حال محرومیت ایجاد شده برایشان و ممانعتی از تحصیل دارن، میتونن که از این به عبارتی شیوه و از این روش استفاده بکنن و عقب ماندگی هاشون جبران کنن و به عبارت امروزی آپدیت باشن تا ان شاء الله زمانی که اون فرصت دوباره ایجاد شد بتوانن که خدای نکرده احساس شکست نکنن که ما مثلا دو سال کمتر یا بیشتر عقب مونده. ولی به هر حال یک دختر جوانی در خانه است و مشغول یک فعالیت است، یک هنری داره. خب این بعد بر اساس همین هنری که داره، حالا مثلا خامک دوزی میکنه، گل دوزی میکنه، طراحی بلده، نقاشی بلده، هر کاری که ممکن است انجام بده، خیاطی میکنه، خب این کار داره انجام میده و خب این بسیار مهم است که این کار رو که انجام میده بر اساس یک شوق و یک انگیزه ای داره این کار انجام میده. حالا ببینید، اگر که در اینی که کار انجام میده مادر گفت که در به عبارتی در مراوده با این دختر جوان یا حتی با این پسر جوان، مثلا پسر جوان رفته مثلا باز نجاری یاد گرفته، سیم کشی، برق یاد گرفته، هر کار دیگه ای یاد گرفته، اگر پدر و مادر در درجه اول اعضای خانواده گفتن که خب مثلا از پسر جوان پرسیدن بچه مثلا چی رقم راضی هستی، ها خود دارم یاد میگیرم، خب نام خدای نام مثلا حقوقت هم بالا رفته، مثلا قبلا خلیفه یا استاد یا به هر چی این قدم میداد، حالا مثلا دو مشت مهر رفتی یا بیشتر یاد گرفتی، این تعیین و بعد ای احساس کنه که آره اطرافیان من، پدر و مادر من کار من رو میبینن، به کار من اهمیت میدن، به دختر جوان گفته شما مثلا نسبت به 3 ماه قبل کارت الان خیلی تمیزتر شده، مقبولتر، مثلا گلدوزی میکنی فلان، این احساس ارزشمندی، احساس رضایت از زندگی، ببینید به این معنا که خب او تشویق بیشتری میشه. حالا در این حال ممکن است که خانومی، دختر خانومی یا پسر جوانی هست که در خانه یا بیرون داره کار میکنه، ولی اطرافیان او مثلا پدر، مادر، خواهر، برادر و دوستان او با وجودی که خود او اطمینان داره مسیری که میره درسته، کاری که میکنه کاملا درسته، مثلا الان در همین موقعیت ممکن عزیزانی که دارن مثلا درس میخوانن با وجودی که مکاتب بسته است یا پانتون بسته است، مثلا دختر خانم جوانی هست که هیچ کدوم از چپتراش کنار نگذاشته، دوره میکنه، حتی با 2-3 تا از سنفش رابطه داره، با اونها گفتگو میکنه، هفته یک بار جلسه میذارن و خودشون کتابه خودشون دوره میکنن. بعد ممکنه مادر بگه تو ای چه قسم کار است، تو مثلا ول نمی کنی، کارای بیهوده است، بی فایده ای نداره، تو وقت خودت میگیری به جای کار بیا با کار دیگه بکو، بیا به من کمک کن. یا مثلا به پسر جوانی میگه که خب این عمل مثلا تو کورس انگلیسی میری کو، مثلا فرض کنید که چه نتیجه ایش که کجا مایی برید، کدام مثلا اداره مگه کار پیدا میشه، کار پیدا شه مگه. ببینید وقتی طرف خود جوان و نوجوان یا هر کسی دیگه در هر سن و سالی باور به این داره که کار ما درست است، این الان باید همون ذره بینه رو بندازه که آیا این حرفی که به من گفته میشه، ولو که پدر و مادر میگه، خواهر و برادر میگه، دوست میگه، رفیق چندین و چند ساله میگه، آیا این صلاح و مصلحت ما رو میبینه، آیا نتیجه حرفی که این میزنه به نفع ما است یا به ضرر ما است. اگر اطرافیان این که دیدگاه اطرافیان روی میزان رضایت از ما زندگی تاثیر داره، به شرط این که ما با این دقت و با این نگاه ذره بینی به قضیه نگاه بکنم که اطرافیان ما دارن مرا به سمت درستی، به سمت نفع، به سمت خیر و خوبی دارن راهنمایی میکنن. اگر یه قسم بود، خب اگر ما
موافق ما بودن که چه بهتر، اما بسیار موارد پیش می آید که اطرافیان ما کاملا مخالف ما هستند. یعنی مسیری رو که من انتخاب کردم، هدفی رو که به دنبال او هستم، همه اطرافیان ما با او کاملا مخالفن، تحقیر میکنن، سرزنش میکنن، گاهی وقتا به من میگن که نه. حالا ای باز دوباره اطرافیان ما آیا می توانند باعث بشن که من به طور کلی نه، اگه من باور به این داشته باشم، گفتم که ببینید از اطرافیان ما نه فرشته کامل بسازیم و نه خدای نکرده دیو. همه آدم ها خوبی ها و بدی های خودشو داره. بگیم اگرچه مادرم هر از چنگایی مثلا سرزنش میکنه، اگرچه پدرم نمیفهمه که این مثلا رشته خواندن زبان انگلیسی یا مثلا تلاش کردن برای پیشرفت کردن در رشته کامپیوتر، شاید پدرم بگه خب از این که فعلا آبونونی در نمیاد، تو چرا این اندازه وقت میگذاری؟ جوان به خودش بگه پدرم خب به اون اندازه‌ای که من میفهمم و آگاهی در مورد رشته دارم نمیدونه، اشکال نداره، شاید از روی لطف پدرانه میگه، ولی من چون میدانم و باور دارم که رشته آینده داره، درست. یک سال بعد، دو سال بعد ان شاء الله به ثمر میشینه و به نتیجه کار خودم میبینم، به این معنا ببینید احساس رضایت او دچار خلل و ایجاد آسیبی نمیبینه، بلکه همچنان کار خودش ادامه میده. البته این کار یک کم سخت است، چرا که او باید به یک مرحله برسه که بتونه به واقعیت مدیریت کنه بله. احساسات خودش، چون حالا گفتار پدر یا مادر یا اطرافیان از او بسیار میتونه موثر باشه در تغییر رفتار او و تغییر تصمیمات او، ولی خب. او چقدر باید خودسازی کرده باشه، چقدر به باورهای خودش و به کارهای خودش و استعدادهای توانمندیهای خودش باور داشته باشه که بتونه ثبات داشته باشه و مدیریت کنه. خب حالا یک راهکار خیلی ساده و به اصطلاح ساده است، البته شاید در عمل ببینید، یکی که ما در رابطه با اطرافیانم اگر دیدم دوست من، رفیق چندیلون چند ساله من، همکار من، همسایه من کسی است که دائما روی به اصطلاح ریل منفی بافی است، من از کار خودم به عبارت اطرافیانم، کسانی که ما با اونا رابطه ثابت ندارم، رابطه خونی ندارم و اصرار و اجباری به بودن با اونها ندارم، بهترین گزینه این است که ببینید از هم نشین بعد، از کسی که احساس میکنم به اصطلاح جوانای امروزی انرژی منفی بسیار زیادی داره، درست. رابطه من قطع کنم. حالا شما دوستم میگین تلاش کنم اعضای خانواده ها میتونم قسم باشه بل. حالا اگر قسم بیشتر نکته میست که اونا رو میتونیم رابطه با اونها رو قطع کنیم، ولی من رابطه با پدر و مادر و خواهر برادرم نمیتونم قطع بله. کنم، هم به عنوان یک انسان، هم به عنوان یک مسلمانی که من حق ندارم این کارو بکنم، قطع صله رحم میشه. خب در کنار اینا که بسیار خب در کنار اگه پدر من، مادر من، خواهر من، برادر من، همسر من یک همچی قسمی این بود، ببینید من به این نگاه میکنم که گفتم حالا همون به عبارتی اصل اساسی که آدم ها سیاه مطلق و سفید مطلق نیستن و اگه اشاره هم کردم، ببینید من به خودم میگم که مادرم بسیار مهربان است، خیر و صلاح منو میخواد، ولی در این زمینه حق با مادرم نیست و هر چقدر، یعنی دقیقاً ببینید برای خودم یک چهارچوبی بسازم که در بقیه امورات نظر مادرم صحیح هست، من تلاش میکنم به عنوان یک فرزند بله. احترام بگذارم و به حرف او اعتماد کنم و دنبال حرف او رو بگیرم، ولی در این زمینه با وجودی که من مادرم بسیار دوست دارم و میدونم که مادرم هم مرا بسیار دوست داره بله. ولی این تیکه حرف مادرم همون مواردی که چون خودم به یک شناخت به عنوان یک انسان بالغ رو حالا جوان و نوجوان ما به مسیر خودش باور داره و اطمینان داره، من چون اینو میدونم در این زمینه هیچ ببینید واکنشی نسبت به مثلا تلخ زبانی ها، نسبت به تحقیر ها، نسبت به سرزنش های اطرافیان که میخوام مادرم باشه، پدرم باشه، همسرم باشه، خواهر یا برادرم، به اونها توجهی نکنه. یعنی باید تلاش کنه که مسیری که انتخاب کرده را نسبت به اون مسیر تحقیقات کامل خودش را کامل تر کند تا اینکه مصمم تر شود نسبت به همون مسیری که پیش میره. کاملا در غیر این صورت خب اگر که مادر یا پدر یا هر کسی بخواد یک گپ بزنه و او هی تغییر تصمیم بده و نتونه درست مدیریت کنه که مسلماً دیگه از این شاخه به اون شاخه یا از این جای به این جای نمیرسه، رضایت از زندگی نمیداشته باشه و کسی هست که رضایت از زندگی نداشته باشه میشه خام زوری دیگه، انسان سردرگم مثلا نمیدونه که میخواد چیکار کنه. کاملا درست. خب این فاکتور اول در مورد اطرافیان، دوم در مورد خودم. درست. ببینید وقتی من اینا رو جزء عوامل بیرونی نام بردم، عوامل بیرونی میگیم خب وقتی به خودم مربوط بشه پس میشود ذهنی، منظورم چیست؟ منظورم سه تا به عبارتی ما همیشه اینو میگم، حتی گاهی وقتا در جلسات مشاوره به او عزیز و بزرگوار میگم مثلا یک کاغذ بردار، قلم بردار، بکش سه تا دایره بکش، حال، گذشته و آیندهت. خب وقتی میگی ببین تو از حال حاضرت، همین لحظه از زندگیت رضایت داری یا نداری؟ میگه که نه، من بسیار احساس ناامیدی میکنم. درسته. خب حالا برگرد به گذشته، 5 سال پیش، 2 سال پیش، 4 ماه پیش، 3 ماه پیش، هفته گذشته. البته من منظور گذشته بیشتر گذشته کمی دورتر است. از گذشته رضایت داری یا نداری؟ میگه اصلا هیچ رضایت از گذشته من ندارم. خب پس اون میشه چی؟ منفی. برای آینده برنامه داری؟
هدف داری، تکلیفت برای این دت مشخص است، برای یک ماه بعدت، برای یک سال بعدت، برای 10 سال بعدت برنامه خاصی داری، به چیزی فکر کردی، هدفی، برنامه ریزی خاصی برای زندگی داری؟ نه. خب طبیعی است که اگر هر ستای ای، یعنی هم حال مال بدی، هم گذشته ایم از گذشته ایم ناراضیم و هم در مورد آینده ایم، خب طبیعتاً این انسان است که دیگه در اوج افسردگی به سر میبره و هیچ چیز انگار هیچ چیز مثبتی در زندگیش نیست. البته اما برای آینده خودش برنامه ریزی داره که آمده پیش مشاور دیگه، درست؟ نه اصلا. حالا گاهی وقتا ما نگاه ابتدایی ما بسیار بسیار ناخوشاینده، مثلا به طرف، حالا همین رو میخوام بگم، میگم که نسبت به حالت هیچ احساس خوبی نداره، میگه نه گذشته نه. حالا من از همین آدم میپرسم، آیا شما پدر مادر داری؟ بله. در قید حیات هستن؟ بله. هیچ کس طرف پدر مادر هیچ ابراز محبتی بتونه شد؟ چرا؟ آیا تو رو دوست ندارن؟ چرا؟ آیا هیچ خاطره خوبی از دوران کودکی؟ چرا بسیار خوش میگذشت؟ نوجوانی رفیق و دوست صمیمی داشتی؟ چرا تعدادشون زیاد است؟ بعد به یادم میگم پس با این وجود تو چرا نسبت به گذشته میگی من از گذشته هیچ رضایتی ندارم؟ وقتی تو دوران کودکی بسیار خوبی داشتی، در دوران نوجوانی رفقای خوبی داشتی، وقتی تو با مادر و خواهرت میله های خانوادگی تون که مثلا فلان جا روزای جمعه میله میرفتین و یا وقتی دارید تعریف میکنی تمام صورتتو میخنده، چطور ممکن از یک همچین آدمی ادعا بکنه که نه ما گذاشتیم تلخ بوده، مطلق نبوده؟ حالا ببینید این اتفاقی که حالا ببینید وضعیت فعلی در مورد دختران جوان ما بسیار بسیار پررنگتر هست در حال حاضر وضعیت ما، خصوصا اون عزیزان که مثلا دانشگاه بوده، مثلا سال آخرش بوده، یک دفعی انگار احساس میکنه که زندگی دچار یک قطع شده، هیچ امیدی به آینده نداره، هیچ میگه من هر برنامه‌ای داشتم متناسب با درسم بود، متناسب با تحصیلم بود، الان تحصیلم که دیگه از بین رفته، من دیگه هیچ برنامه‌ای ندارم، من هیچ آینده‌ای ندارم، حالم هم خراب است. بله. خب حالا بعد به گذشته میگه خب گذشته رو چی کنم؟ خب حالا که بود، الان که از دست رفت چه فایده ای داره چی؟ ببینید نکته اینجاست که اگر من در گذشته تجربیات مثبتی دارم و بعد وقتی به اونها نگاه میکنم احساس لذت بریم دست میده، سوال اصلی است که اگر عین اون تجربیات گذشته رو تمام و کمال نمیتوانم به دست بیارم، آیا کمی از اون تجربیات دوباره نمیتونم در حال حاضرم دوباره ایجاد بکنم؟ مثل اون مثالی که چند لحظه قبل به شما زدم. بله. الان درس پانتون بسته است، دانشگاه بسته است، درس رسمی نیست. آیا ما واقعا امکانی داره که مطالعه در یک زمینه خاص، چه در زمینه تحصیل خودم، در زمینه درس خودم، یا حتی غیر او، چه ایرادی داره؟ بله. شروع کنم مطالعه آزاد در زمینه تاریخ، تاریخ که مملکت خودم بدانم. بله. شروع کنم مطالعه آزاد در مورد مثلا فرض کنید در یک در مورد مسائل فرهنگی، در مورد مسائل حقوقی، مسائل سیاسی، اقتصادی، هر چیزی خانم سوری. بله. خب اگر احساس لذت ما در مورد گذشته، ما مثلا فرض بگیرید اگر دختر جوانی ما داریم، محصلی که 2 سال است از درس مانده، دانشگاه نرفته، تمام برنامه‌های زندگیش به هم ریخته، احساس ناامیدی میکنه، من چه کار کنم؟ من هیچ هدفی ندارم، به هیچ دردی نمیخورم، من اصلا تمام برنامه‌های زندگیم به هم ریخته. خب از گذشته 2 سال پیش تو آدم بسیار من برنامه داشتم، من هدف داشتم، من می‌خواستم مثلا اقتصاد بخونم، من می‌خواستم وکیل شوم، من می‌خواستم پزشک شوم، هدف‌های زیادی داشتم. خب حالا به طور کل آیا اون آدمی که تو 2 سال پیش 3 سال پیش بودی و این همه توانایی داشتی، حالا همه تواناییت هم رفته؟ بعد ممکنه فکر کنم میگه نه، همون توانایی رو دارم، من همون استعداد رو دارم، من همون هوشیاری رو دارم. خب شرایط محیطی تو تغییر کرده، امکاناتی که در دسترس تو بود و تو میتوانستی با استفاده از اونها مسیر زندگیت رو، هدفت رو ادامه بدی، تغییر کرد، ولی ذات تو که تغییر نکرده، توانایی تو که تغییر نکرده. حالا چیکار کنیم؟ اگر اون شرایط 100% نیست، آیا توان ایجاد 10%، 20%، 30%ش هم خود شخصا نداری؟ شما به همین مکتب عادی اشاره کردید، یکی از بهترین زمینه‌ها. بله. وقت برنامه خلاص شده خانم رضایی. انشالله که عزیزان بیننده ما اولین عاملی که باعث رضایت از زندگیشان میشه را متوجه شده باشن. خانم رضایی، من دوست دارم که برای عزیزان بیننده یک کارخانگیان بگویم، یک تکلیف بگویم برشان که سایر عوامل رو خودشان جستجو کنن، یادداشت کنن، اونها را نوشته کنن در روی کاغذ و آماده داشته باشن برای ما که ما هفته دیگه که آمدیم بخوایم در رابطه با عوامل رضایت از زندگی صحبت و گفتگو کنیم، با عواملی که خود شما هم به دست آوردین و تحقیق کردین، بیایم اونها را کاملا هماهنگ کنیم و بررسی کنیم. تشکر و سپاسگزار از خانم رضایی عزیز و حضور شما عزیزانی که تا این لحظه با ما بودین. سپاسگزار، موفق و پیروز باشین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.